شب همتون بخیر تاریخ تمدن قسمت سی و هفتم خدایان بابل قسمت دوم دیشب خاطرتون هست که یک افسانه بود یکی از افسانه های بابل مبنی بر پیدایش زمین که به اونجا رسیدیم که اشتر یکی از الهگان زمین که بابلیان بهش اعتقاد داشتند عاشق تموز شد و تموز و گراز از پای در آورد اشتر برای اینکه بتونه نجاتش بده و زندش کنه تلاش کرد که به دوزخ راهی پیدا کنه دوزخ برای اینکه براش بتونه بره تو باید همه لباسش در می آورد خلاصه راضی نبود ولی در آورد رفت تو اونجا ارشکیگال گیرش انداخت و همونجا گیر افتاد و اشتر نتونست برگرده زمین و همونجا تو دوزخ موند و همین باعث شد که زمین اوزاش به هم بخوره و از رونق بیفته حالا بریم ادامهش ببینیم چی میشه جمعیت کم شد پس از اینکه اشتر گیر کرد توی دوزخ خدایان که دریافتن قربانی های زمین کاهش یافته پریشان شدند و فرمان دادند که ارشکیگال خواهرش اشتر را آزاد کند تازه ببین همه اینا خواهر برادر بودن با هم دیگه مثلا دیگه به ارشکیگال گفتن آقا اشتر را آزاد کن زمین از این رفت او به فرمایان خدایان گردن نهاد ولی اشتر به بازگشتن زمین جز که تموز را با خود همراه ببرد خورسندی نمیداد ارشیگال کنار و گفت باشه آزادش بکنم اشتر گفت نه 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 من اومدم اینجا باید تموز زنده شه بر نمیگردم مگر اینکه تموز زنده شه درخواست وی پذیرفته شد و او پیروزمندانه از هفت دروازه گذشت و میان بند و دستمند و پایبند زرین و کمربند گوهرنشان و زیورالات سینه و گردنبند و گوشواره ها و تاج خود را باز گرفته یاتونه همه اینا رو در آورد تا تونست بره بیرون همه هم بهش برگردوند چون دوباره بر روی زمین آشکار شد گیاهان از نو به رو ایدن و شکوفه کردن آغاز کردند و زمین پر از خوردنی شد و جانوران به زیاد کردن نسل خود پرداختند دیشب خوندیم که حتی جانوران هم دیگه جفتگیری نمیکردن وقتی اشتر نبود عشق که نیرومندتر از مرگ است به جایگاه حقیقی خود که چیرگی و خاجگی بر خدایان و آدمی زاده است بازگشت برای مرد عالم و محقق زمان حاضر این افسانه به صورت شگفتانگیز و زیبایی مرگ و رستاخیز سالانه زمین را نمایش می دهد و نیروی برین عشق اش را آشکار می سازد که لوک رتیوس در آنجا از ونوس سخن می گوید به بهترین وجه بیان می کند ولی همین افسانه عنوان تاریخ مقدسی را داشت که مردم بابل به آن ایمان راسخ داشتند و یک روز از سال را به خاطر مرگ تموز سوگواری می کردند و روز دیگر را به یادگار زنده شدن و رستاخیز او به جشن و شادی می پرداختند خب چون این تموز که عشق اون یکی الهه بود اشتر این خب یه بار مرده بود بعد دوباره زنده شده بود اینا ارز کردم قبلا هم خوندیم اینا بعض وقتا اعتقاد داشتن که خداشون میمیره و دوباره زنده میشه عین خورشید که میره و میاد عین گیاهان که توی زمستون از بین میرن ولی توی تابستون و بهار دوباره میان با وجود این چنان به نظر میرسد که فرد بابلی از اندیشه جاودانی شدن شخصیت خیش هیچ گونه احساس خوشنودی نمیکرده است بابلیه خیلی دنبال این نبوده که جاودانه باشه حالا چرا؟ دید وی دین وی دین خاکی و زمینی و عملی بود دین بابلی دین زمینی بود یعنی اگه میخواستی تا ابدم بمونی با تو همون زمین میموندی و زرش میکشیدی به گرسنگی و هزار تا مرارت ادامه میدادی در این هنگام که دعا میخواند و نماز میگذاشت درخواست پاداشی در بهش نداشت بلکه خیرات زمین را طلب میکرد یعنی دنبال این نبود که دعا کنه تو اون دنیا یکی چیزی بشه آقا همینجا تو رو خدا یه چیزی بده گشت نمونه نمی توانست به خدایان خود در آن طرف گور اعتقاد داشته باشد درست است که در یکی از متنهای بابلی مردوک به صورت زنده کننده مردگان وصف شده ببینید پس مردوک زنده کننده مردگان بوده چند هزار سال قبل از میلاد ولی میبینیم که چند هزار سال بعدش هنوز هم ما اعتقاد داریم یه سری میمدن زنده مرده زندگی زنده می، زنده حالا اینا بابلیا اعتقاد داشتن از چند هزار سال قبل و در داستان طوفان چنان آمده که نجات یافتگان از آن جاودانه زندگی میکنند اندیشه کلی بابلیان درباره زندگی در جهان دیگر با اندیشه یونانیان بسیار شباهت دارد مردگان از قدیسان و بدکاران و هوشمندان و ابلهان همه بدون تفاوت به جایگاه تاریکی در شکم زمین فرو می روند و هیچ یک از ایشان پس از آن روی روشنایی را نخواهد دید پس آقا مردی کسا تفاوت نداره کی باشی میری در اعماق زمین و جز تاریکی چیزی نمی بینی بهشتی را معتقد بودند ولی آن را مخصوص خدایان می دانستند بهشت هست ولی مال خدایانه آرالو که همه انسان ها به آن فرو می رفتن هرگز جای نعمت و خوشگذرانی نبود و بیشتر مردم در آن کیفر و اقاب می دیدن بره به یه جایی به نام آرالو اعتقاد داشتم ولی اونجا جا خوشگذرانیشون نبود اونجا باید می رفتی عذاب می کشیدی مردگان ابد و ده دست و پا در بند می ماندن و تنهاشان از سرما می لرزید و گرسنه و تشنه به سر می بردن مگر آنکه فرزندان در اوقات معین خوراکی در گوره ایشان بگذارند هر کس در زمین بیشتر گناه کرده بود در آنجا عذاب فراوانتر می چشید بر این گونه اشخاص بیماری جزام چیره می شود تا تنشان را بخورد یا نرگال و آلات خاجه و بانوی آرالو برای پاک کردن ایشان از بار گناهان بلاهای دیگری بر سرشان فرو می خلاصه بیشتر اجساد مردگان را در زیر زمین های دار به خاک می سپردن. گاهی مردگان را می و خاکسترشان را در گلدان محفوظ نگه می داشتند. خب پس چند هزار سال پیشم بودن ادهی که مردگان رو بسوزونند مردگان را با مواد خاص مومیایی نمی کردن ولی کسانی بودند که کارشان مردشویی بود چون مصریار یادتونه مومیایی می کردن اینا میگه مرد مومیایی نمی کردن ولی خب مردشوی داشتن پس از شستن مرده لباس نیکو بر وی می, پوشان می دن و گونه هایش را رنگین و موجه هایش را سیاه می کردن و انگشتری هایی بر انگشتان او می نهادن و لباس های زیرپوش اضافه با وی به خاک می سپردن اگر مورد زن بود شیشه های عطر و شانه و گردها و روغن های آرایش در گوره وی میگذاشتند تا بوی خوش و زیبایی چهره خود را در جهان دیگر حفظ کنند معتقد بودند اگر مرده چنان که باید و شاید به خاک سپرده نشود به زندگان آسیب و گزند خواهد رساند و اگر او را اصلا دفن نکنند روحش در, کن در کنار مستراح ها و نافدان ها برای دست یافتن به خورده های تعام, سرگرد به خورده های سرگردان میماند و ممکن است تمام یک شهر را گرفتار وبا و تاون کند همه اینها مجموع افکاری است که البته آن انتظام قضایای هندسی اقیدوسی را ندارد ولی برای آن کافی بوده است که بابلیان را وادارد تا خدایان خود و کاهنان این خدایان را همیشه سیر نگه دارند آنچه بیشتر به عنوان هدیه و قربانی به خدایان تقدیم می شد چیزهای خوردنی و آشامیدنی بود چون چیزهایی که می خواستن بدن به خدایان در اصل می دادن به کاهنان که رابطه واسط بودند. کاهنان هم خوردن آشامیدنی میخواستن دیگه میگفتن خدایان خوردن آشامیدنی میخوان بردارید بیارید چه این گونه چیزها آن مزیت را داشت که اگر به تمامی به توسط خدایان تناول نمیشد هرگز از این بین نمیرفت غالبا بر قربانگاه ها معابد گوسفندان را به عنوان قربانی سر میبریدن خب پس این سربریدن گوسفند چند هزار سال قبل از میلاد توی بابل رسم بوده در یکی از اوراد بابلی که به دست ما رسیده چنین نوشته شده است که گوسفند جایگزین و فدیه آدمی است و جان خود را به جان او تقدیم می کند این داستان داستانی جدید نیست داستانی که ما هم شنیدیم خیلی از ما هم بهش اعتقاد داریم ولی چیزی که بابلیان چند هزار سال قبل از میلاد هم بهش اعتقاد داشتند یه اعتقاد مشترک که گوسفند و به جای انسان سر میبرند این خود سابقه شگفتانگیزی از گوسفند قربانی مرسوم میان یهودیان و مسیحیان است ایشون هم گفت که این میگه این یه چیزیه که مسیحیان و یهودیان هم داره قربانی کردن یکی قربانی کردن یکی از شعار دینی پرتور و تفسیر و دقیق بوده و ضرورت داشته است که کاهن کارشناس در این کار به آن اقدام کند خلاص کاهن کارشناس بود میمد این کار انجام داد هر کاری که صورت میگرفت و هر لفظی که در حین قربانی بر زبان جاری میشد بایستی مطابق سنت باشد اگر مرد عادی غیر متخصص به این کار میپرداخت به اندازه سر موی از مراسم مقرر تخلف میکرد بلد نبود دیگه اگه یه ذره تخلف میکردن چیزی که قرار بود نتیجه آن میشد که خدایان تمام را بخورن و دعای شخص قربانی کننده را گوش ندن خلاصه که مراسم رو درست عمل نمیکردی خدا این گوستند و میخورد گوش به حرفت نمیداد با حتما میدادی کاهنه این کار رو بکنه که بلد باشه استاد دیگه و بعد خدای میاد گوستند و میخوره به حرفت هم گوش میده و آن را اجابت نکند دیگه اگر که خلاصه یه آدم معمولی این کار میکرد در دین بابلی به آداب و مراسم صحیح بسیار بیشتر از عمل سال اهمیت داده میشد یادتونه قبلا هم خوندیم که یه سری بودن حالا یادم نیست بابلیا بودن مصریا یا جفتشون که بیشتر ذکر کردن واسهشون مهم بوده این ذکر واسهشون خیلی مهم بوده عمل صالح خیلی مهم نبوده حالا اینا چی اینان دقیقا یه بار دیگه میخونم خیلی مهمه در دین بابلی ببینیم ما همچین دینی یه وقت اعتقاد نداشته باشیم به آداب و رسوم صحیح بسیار بیشتر از عمل صالح اهمیت داده میشد آداب و رسوم با همون چیزی باد باشه که هست ولی عمل صالح مهم نیست این آداب و رسوم خیلی مهمه که اون کاهنه گفته چون کاهنه رابطه ما با خداست ما که نمیدونیم با خدا رابطه برقرار کنیم اگر کسی میخواست وظیفه خود را برابر خدایان به انجام رساند بر وی واجب بود که قربانی شایسته به معابد پیشکش کند خلاصه با قربانی رو ببری بدی معابد که خودت فایده نداره و دعاها و اوراد مخصوص بخواند از اینکه میگذشت هر کس میتوانست چشم دشمن شکست خورده را برکند و دست و پای اسیران را ببرد و بازمانده تنشان را زنده در آتش کباب کند بی آنکه پروای آن کند که چنین کارها ممکن است سبب آزرده شدن خدایان شود اصلا مهم نیست هر کار میخوای بکن ملت و بزن تیکه تیکه کن ولی قسمت خدا رو بفرست جا تو بهشته اصلا مهم نیست بری آدم خوبی باشی اصلا بر با کار بد کن ولی قسمت خدا رو بفرسی دیگه همه چی تمومه دیگر از کارهای واجبی که هر بابلی پرهیزکار متمسک به دین می کرد آن بود که در موکب دراز با موکب دراز باشکویی که کاهنان ترکیب می دادند و تصویر مردوک را از زریح و معبدی به زریح و معبد دیگر منتقل میکردند با کمال خضوع و خشو شرکت جوید خب ببینید یه کار دیگه که حتما اگه میخواستی آدم مؤمنی باشی انجام بدی شرکت کردن در مراسم کاهنان بود که خلاصه گوش بدید چی کار میکرده زریح, هم زریح داشتن خلاصه دیگه در جریان باشید دیگه موکب هم داشتن موکب به دراز و باشکو یعنی چی یعنی یه سری آدم را میافتادن دنبال این مردوک و حالا مردوک اسمش عوض شده کاهنم همونه مردم هم همونند برای اینکه نشون بدن دین دارن برای اینکه برن بهش برای اینکه خدا بهشون توجه کنه باید به دنبال این کاهنه حرکت کنن تو خیابون تو معبد این طرف اون طرف ما مهم نیست کار خوب کنن و هر کاری میخوای بکنی برو بکن برو سر ملت رو ببر برو جیب ملت رو بزن برو ظلم کن ولی دنبال کاهنه را بیوف همه جا قربانی تو ببر بده به کاهنه خدا میامرزده خدا به بهشت میده اصلا لازم نیست کار خوب بکنی یا در این گونه مراسم حاضر شوند باید حتما تو مراسم حاضرشی دور کاهن شلوغ باشه وگرنه اگر نه میری جهنم یا بر پیکر بوتها روغنهای خوشبو بمالد یا در برابر آنها مواد معطر بخور کند الان هم داریم حالا ما ممکنه بوت نداشته باشیم یه جاهایی داریم توش یه مرده گذاشتیم بوت ساختیم اون خودمون بعد خودم هم شاید هم خوبی بوده شاید اصلا بوده بعضی اون میشتوسیم بعضی ولی اونجا رو کردیم بتخونه باید بریم اونجا رو بشوریم اینا همه متبرکه اینا مال بابلیا چند هزار سال پیشه فکر نکنید جدید خیلی قدیمیه یا تن آنها را با لباس های نیکو و گوهر بیارایید دیگران که دوشیزگی دختران خود را در جشن اشتر تقدیم کنید خلاصه اینم کم کم میاد نگران نباشید میخوام بدونیم چی بوده یاد بگیرن آقایون آنکه برای خدایان خوردنی و نوشیدنی فراهم سازد نسبت به کاهنان بخشند و خلاصه مهمان نواز خواهد بود خلاصه دیگه با هوای خدایان و شکم کاهنانو داشته باشید شاید حکمی که با اطلاع از این اوضاع و احوال درباره بابلیان صادر میکنیم سخت و ظالمانه باشد حالا میخواد بگه شاید بابلیان اینقدر بد نبودند یعنی ببینید اینا رو بد میدونه نمیدونم شما بد میدونید یا این نویسنده به نظرش اینا خیلی بده میگه حالا شاید حالا اینا نوشته ولی اینقدرم بد نبودن شاید همان گونه که آیندگان نیز با اسناد و مدارکی که از گزند روزگار در امان میماند و از زندگی ما برای آنان حکایت می‌کنند، در, ما در مورد ما نیز چه نیحل خواهند کرد بالاخره آیندگان هم اگه چیزی از ما موند در مورد ما حکم میکنند دیگه پاره از ظریف ترین بازمانده های ادبی بابلی دعاهایی است که مردان متقی و صادق در تقوای خود می سرودند. مثلا بخت و نصر مغرور با کمال خشو و فروتنی خیلی جالبه بخت و نصر مغرور با کمال خضو و فروتنی بعد تازه میگه مردان متقی و صادق در تقوای خود میسرودند در برابر مردوک چنین رازو و نیاز می کرد بیتوی پروردگار من چه چیز میتوان بود برای شاهی که او را دوست داری و نامش می لقب او را چنان که اراده توست متبرک خواهی ساخت و به راه راست رهبریش خواهی کرد من که امیری فهمان بردار تو هم همانم که دستهای تو مرا ساخته است این تویی که مرا آفریده ای و رهبری لشکر بندگان خود را به دست من سپرده ای الان هم داریم الان هم رهبرانی در دنیا داریم که خدای دیگه ورده گذاشته دشون و مثلا ح... بصراح... خدا اومدن خود خدا اینجا ما قدرشون رو نمیدونیم و به مقتضای رحمت خودت ای خاجای من نیروی سهمگین خود را به مهربانی و رحمت بدل کن و چنان کن که در قلب من احترام به پروردگاری تو برانگیخته شود آنچه را خیر من در آن است به من ببخش بازمانده ادبیات دوره بابلی پر از سرودهایی است که در آن فروتنی بشری به شدیدترین وجه نمایانده شده این خود خاصیتی از مردم سامی است که به وسیله این و خشوع این خضوع خشوع بر غرور و کبریای خود لگام میزده و آن را از انظار مخفی می داشته بیشتر این سرودها به صورت سرودهای توبه اونا هم توبه زیاد میکردن آقا تو در توبه بازه هر کار میخوای بکن بعد توبه کن خدا میبخشه بر بهش فقط یه چیزی هم بده به اون کاهنه و ما را برای احساسات عاطفی و تصاویری که در مزامیر داوود پس از آن آمده ببین پس مزامیر داوود پس از آن آمده مهیا و مستعد می سازد از کجا که همینها ها سرمشق مزامیر داوود نبوده باشد پس یه چیزایی بوده قبل از داوود اصلا اومده بعد از اون داوود اومده داوود هم همینا رو گفته من خدمتگزار تو با قلبی لبریز از حسرت به تو تذرع میکنم تو دعای گرم کسی را که پشتش زیر بار, زیر بار گناه دوتاست میپذیری پشتش زیر بار گناه دوتاست از بس گناه کرده میگه تو دعاشو میپذیری دیگه تو به مردی نظر میافکنی و آن مرد زندگی میکند پس از روی مرحمت به من نظر افکن و دعای مرا بپذیر و پس از آن همچون کسی که در نری و مادگی خدایی که به او خطاب می کند در شک باشد چنین میگوید. یعنی می خیلی هم مطمئن نبودن که خداشون نری و ماده. چه مدت خدای من چه مدت ای الهه من طول می کشد تا به من نظر افکنی چه مدت ای خدای شناخته شده و ناشناخته طول می کشد تا آتش خشم در قلب تو فرو چه مدت ای خدای شناخته و ناشناخته طول می کشد تا قلب نامهربان تو آرام گیرد نوع بشر به تباهی افتاده همون موقع هم نوع بشر به تباهی افتاده و بد می کند از همه آنان که زنده ان کیست که چیزی بداند همون موقع هم که هیچی نمیدونست مردم که نمیدانند که آنچه میکنند خوب است یا بد است ای خاجه من خدمت گذارت را از خود مران او در منجلاب فرو رفته دستش را بگیر و گناهی را که ورزیده ام به رحمت مبدل کن ببینید گناهی که ورزیدن به رحمت مبدل کن همون زمان ها می رفتن. یه گناهی میکردن بعد دست به دامن خدا می شدن که اون گناه رو ببخشه که بره بهشت نمیرفته سر اونی که بهش ظلم کرده اونو آروم کن اون, اون مهم نیست دوباره هم این بلا رو به سرش میارم صد بار خدا میبخشه یعنی دست به دامن خدا میشیم واسه اینکه گناهمون رو ببخشه خودمون هم میدونیم گناه کردیم ها بعدش هم دوباره میکنیم ها ولی حالا خدا میبخشه بیدادهایی را که روا داشته ام به خودش میدون به باد فر... فرمانده تا با خود ببرن هر کاری کردم تو به باد بده بره گناهان بیشمار من را همچون جامعه از تن من برکن ای خدای من گناهان من هفت در هفت است از گناهان من درگذر ای الهه من گناهان من هفت در هفت است از گناهان من درگذر دو دوبار گفته از بس هفت در هفت بوده از گناهان من درگذر حال دیگه ولکنم نیست و من در برابر تو خار و زبون خواهم بود بشود که قلب تو مانند قلب مادری که فرزندانی زاده شاد شود بکند که مانند مادری که فرزندانی زاده یا پدری که صاحب فرزند شده شاد شود یعنی به هر صورت پس یه جوری باش که حالا ما رو به بچه های خودت بدون دیگه حالا این کارایی میکنیم دیگه طوری نیست این مزامیر و سرودهای دینی را گاهی کاهنان تلاوت میکردند گاهی نمازگذاران و زمانی هر دو با هم میخواندند مشغول میشدند یعنی قسمتی را کاهنان میخواندند قسمتی را نمازگذاران یعنی کاهنه میخونده نمازگذاره تکرار میکرده کاهنه یه قسمتشو میخونده نمازگذاره یه قسمت دیگهش از چند هزار سال قبل از میلاد الان آشنا نیست به عنوان جواب به عنوان جواب دقیقا شاید آنچه در مورد این سرودها بیشتر مایه شگفتی می شود آن باشد که مانند همه ادبیات دینی بابل آنها را با زبان سومری قدیم نوشتهاند در واقع این زبان برای دستگاه روحانی بابل همان حکم زبان لاتینی را برای کلیساهای کاتولیک رومی زمان حاضر داشته است چون میدونیم این بابلیا در از سومری بودند که حالا بهشون حمله شد ولی اکثری اصلا میگه ظاهرشون هم بیشتر مثل سومریا و سامیاس همان گونه که میان سطور پاره از متهای لاتینی سرودها و ادعیه کاتولیکی ترجمه آن به زبان جاری دیده می شود در بعضی از سرودهای دینی بین النهرین که به دست ما رسیده در میان سطور عبارات قدیمی و رسمی سومری اصلی برانسان که شاگردان مدارس این زمان می کنند ترجمه بابلی آنها نیز دیده می شود پس این عطیه شون داره میگه زبانش سومری بوده بعد گاهی اوقات میبینین که ترجمه بابلیش رو بچه ها زیرش نوشتن نیست همان گونه که شکل این سرودها و اوراد در مزامیر یهودی و آداب دینی کلیسای رومی وارد شده محتوای آنها نیز از بدبینی و حس خرد شدن در زیر بار گناه یهودیان و مسیحیان نخستین و همچنان پیرایشگران جدید حکایت میکند اگرچه احساس گناهکاری اثر مهمی در زندگی بابلیان نداشته از آن در سرودها و اوراد به قدری نام برده و درباره آن مبالغه کردند که اثر آن در آداب دینی سامی و سرودها و اوراد غیر سامی که از آن مشتق شده تا امروز بر جای مانده دیگه انقدر گفتن که الان هستمش چون خیلی چیزا از بین رفته ولی خب انقدر از اینا بوده که اون چیزایی که مونده خیلیش از ایناست مثلا در سرودی چنین آمده است پروردگارا گناهان من بسیار است و کارهای بد من فراوان من در دریای مهنت و بدبختی قوطه ورم و دیگر نمیتوانم سر خود را بلند کنم من رو به سوی خداوند بخشنده خود میکنم و اوراد میخوانم و ندبه میکنم پروردگار خدمت گذار خود را مران اینا خیلی قدیمی خیلی نظر من عجیب نیست واسه ما من خودم اینا را شنیدم تصویر خاصی که مردم بابل از گناه داشتن چنان بود که این ندبه ها و تذروه ها صادقانه بود در نظر آنان گناه تنها یک حالت معنوی نفسانی به شمار نمی رفت بلکه همچون بیماری به آن می که از چیرگی شیطان بر جسم آدمی حاصل می شود چند هزار سال قبل از میلاد بابلیا می گفتن این گناه شیطان گولم زده آشنا نیست؟ این شیطان چند هزار سال قبل از میلادم با بهش اعتقاد داشتن که آقا این کسی که گناه میکنه خودش گناه نمیکنه این شیطان داره فریبش میده شیطان داره گولش میده تقصیر خودش نیست و ممکن است سبب حراک او شود نماز عنوان تعویزی را داشت که با آن افریتی را که از اقیانوس نیروهای سحری مسلط بر ارکان زندگی مشرق زمین قدیم خارج شده و به درون جسم فردی در آمده بود از تن او بیرون میراندند مردم بابل چنان تصور میکردند که این شیاطین موزی دشمنان انسان همه جا در کمین او استند و ممکن است که در گشاده یا از کلون یا از پاشنه یا از درون خانه درآیند و چون شخصی گناهی مرتکب شده و با آن از حمایت خدایان نیک بیرون رفته باشد سبب بیماری یا دیوانگی او شوند اجنه و کتوله ها ببین اجنه هم داشتن اینا چند هزار سال قبل از میلاد و اشخاص ناقص اعضا و بالاتر از همه زنان در نظر ایشان دارای آن قدرت بودند یعنی ببینید اجنه و کوتوله ها اشخاص ناقص الاعضا و زنان هم حتی دارای اینجور قدرت ها بودند که هر کسی که دوستش ندارن شیاطین را به جسم او وارد کنند حتی این کار را با یک نظر و چشم زخمی می انجام داد برای جلوگیری از گزند این شیاطین تلسم و تعویز و اقسام مختلف باطل و سهر به کار می بردند الانم باور کنید هنوز این چیزای سریش هست. غالبا چنین باور داشتند که چون کسی تصاویری از خدایان را همراه داشته باشد شیاطین از او میترسند و میگریزند. الانم راههایی هست برای اینکه جن مثلا نیاد و یه چیزی بگی جن برو. تصاویری داشته باشی و مؤثرترین تلس آن بود که سنگ کوچکی را به نخی یا زنجیری ببندند و آن را به گردن بیاویزند و در این شرایط که سنگی که انتخاب می شود از آن سنگ ها باشد که برای صاحب آن خوشبختی می آورد این سنگ که برای صاحبش خوشبختی می آورد و در بند آن بنابر قرضی که برای آن به کار رفته سیاه یا سفید یا سرخ رنگ انتخاب می شود. بهترین ریسمان آن بود که از پشم بز ماده تابیده باشد که بز نر به آن دست نیافته باشد گذشته از این کارها احتیاط مستلزم آن بود که با کمک اوراد مؤثر و گرم و آداب جادویی نیز به بیرون راندن شیطان از بدن بپردازند از آن قبیل بود پاشیدن آب یکی از نرهای مقدس پس آب مقدس از چند هزار سال قبل از میلاد بوده چون دجله و فرات حالا اون موقع دجله و فرات واسهشون مقدس بود بر بدن شخصی که مورد نظر است این کار خیلی آشناست کار دیگری که در این قبیل موارد میکردند آن بود که مجسمه از شیطان میساختند و آن را در کرجی کوچکی میگذاشتند و به آب مینداختند اگر کرجی چنان ساخته میشد که خود به خود بر روی آب واژگون شود این عمل در نظر آنان بسیار مؤثرتر جلوهگر میشد شیطان رو میساختن میذاشتن رو کرجی میشستن تو آب اگه خلاصه کرجی برمیگشت خیلی دیگه عالی بود گاهی سعی میکردند که با گفتن الفاظ مناسب و خواندن افزون صحیح شیطان را از بدن بیمار یا جنزده خارج سازند و با به بدن جانوری همچون مرغ یا خوک بیش از همه گوسفند داخل کنند بیچاره گوسفند و بقیه. بیشتر نوشته های بابلی که از کتابخانه آشوربانی پال به دست آمده نسخه های سحری است که برای بیرون راندن اجنه و شیاطین پرهیز کردن از گزند آنها پیشگویی و قیبگویی به کار رفت خلاصه یک کتابخانه پیدا کردن به نام آشوربانی پال ولی میگه اکثر کتابهایی که توشه در این موارد بعضی از آن الواح رسالههایی در علم احکام نجوم است خب بازم خوبه یه چیز مثبتم هم توشه دسته دیگر از فال زدن های ارزی و سماوی و راه تعبیر و تفسیر فال بحث میکنن حالا بعد میخونیم بابلیات فوق بودند توی نجوم ولی بعد میخونیم نجوم واسه چی میخواستن نجوم واسه سحر میخواستن نجور برای سحر میخواسته رفته دنبالش ولی به علمش رسیده و این خیلی خوبه دسته از الواح درباره تعبیر خواب است خب پس تعبیر خواب چند هزار سال قبل از میلاد تالا بوده که از لحاظ حسن تنظیم و شگفت با محصولات روانشناسی پیشرفته زمان حاضر رقابت میکنه در الواح دیگری سخن از آن است که چگونه میتوان با ملاحظه احشای جانوران یا مشاهده اشکالی که قطره روغن چکیده بر روی آب ظرفی به خود میگیرد از غیب اطلاع حاصل کرد یاد فال قهوه افتادن دیگه یکی دی دیگر از راه های اکتشاف قیب در نزد کاهنان بابل قدیم نظر کردن در جگر جانوران بوده است این هنر جگربینی را اقوام دیگر که پس از ایشان آمده از بابلیان اختباس کردند. چه آن اقوام باستانی جگر را در انسان و دیگر جانوران مرکز عقل می دانستند هیچ شاهی به کشور گشایی نمی رفت و هیچ فرد بابلی به کار مهمی اقدام نمی کرد مگر آنکه کاهنی یا جادوگری طالع وی را به یکی از کارهایی که ذکر شده بخواند و تکلیف او را معین کند الان هم داریم کسایی که یه تصمیمی میخوان بگیرن میرن سراغ کاهن بزرگ میگن فلان کار را واسه بکن تا ببینیم این کار خیره یا نه از عقلشون نمیخوان استفاده کنن تحقیق نمیخوام بکنن بکنن هم واسهشون هست اون مهمه هیچ خلاصا این نمیدونن که بابلیان هم اینطوری بودن نمیگم ها میگم اینا چه که بوده فکر نکنید شما فقط میکنید قبلی میکردن هیچ تمدنی از لحاظ پابند بودن به اوهان و خرافات به پای تمدن بابلی نمیرسد تا اون موقع نمیرسید البته یه بار دیگه میخونم خیلی مهمه هیچ تمدنی از لحاظ پابند بودن به اوهام و خرافات به پای تمدن بابلی نمیرسد هر حادثه از ولادت غیر طبیعی گرفته تا اشکال مختلف مرگ را کاهنان با تعبیرات سهری و فوق و طبیعه مورد تفسیر و تعویل قرار میدادن چرا چون نونشون تو این کار بوده از این را پول می آورده هر اتفاقی که میافتاده فوری میرفته تو کاره تفسیر و تعویل و بیا باید سهر بخونیم و بیا باید منم یه چیزی باید بهش میدادن دیگه حرکت های آب رودخانه و اشکار مختلف ستارگان و خواب و خواب و کارهای غیرعادی انسان ها و جانوران ها همه چیزهایی بوده که کارشناسان در این امور از روی آنها آینده را پیشبینی و پیشگویی میکردن از اون زمان ملت دنبال پیشبینی و پیشگویی بودن هنوزم هستن هنوزم ملت دنبال پیشبینی و پیشگویین همان گونه که ما امروز از روی جست و خیز ها و حرکت موش ما امروز از روی جست و و حرکات موش خرمای کوهی درازی احتمالی فصل زمستان را حدس میزنیم ببین داره مسخره میکنه آن مردم نیز با ملاحظه حرکات یک سگ سرنوشت شاهی را پیش بینی میکردن خرافات بابلی چون از لحاظ ظاهر با خرافات ما اختلاف دارد یعنی که ما هم خرافاتیم اونا حالا یه مدلی دیگه خود ما به اونا میخندیم حالا خودمون یه جور دیگه خرافاتیم به نظر عجیب و غریب میرسند بله واسه ما خیلی عجیب واسه واسه خیلی, عجیب. هم, خیلی هم عجیب نیست میگو اه عجب دمشون گرم از اون زمان اینا میدونستن اینا رو ولی حقیقت این است که هر چیز معنی و سخیفی که در گذشته وجود داشته در زمان حاضر نیست در محلی از کره زمین انتشار دارد همین حرف که من عرض کردم هر چیز بیمنی و سخیفی در گذشته بگرده رو کره زمین هنوزم هم هست عین همون هست عین همون در زیر شالوده ی هر تمدنی در زیر شالوده ی هر تمدنی خواه قدیم خواه جدید در زیر شالوده ی هر تمدنی خواه قدیم خواه جدید دریایی از سحر و خراف پرستی و جادوگری جریان داشته و هنوزم در جریان است یه بار دیگه میخونم خیلی مهم بود در زیر شالوده ی هر تمدنی خواه قدیم خواه جدید دریایی از سحر و خرافه پرستی و جادوگری جریان داشته و هنوز هم در جریان است شاید پس از آن هم که آثار عقل و تفکر ما از میان برود